خب گفتگوی امروز رو شروع کنیم که امروز وارد 102 روز جنگ غزه شدیم و تا همینجا نه تنها چشم‌اندازی برای پایانش نیست، بلکه جنگ به دریای سرخ و اقیانوس هند هم گسترش پیدا کرده، تجارت جهانی رو مورد تهدید قرار داده و ابعاد جهانی پیدا کرده. الان سوال اینه که این جنگ با این ابعاد چه تغییراتی به دنبال خواهد داشت؟ همراه هستیم با مسعود امیرپناهی. آقای امیرپناهی سلام میکنم به شما و به عنوان اولین سوال، این روشنه که خامنه ای که شروع کننده جنگ بود هیچ تمایلی به گسترش جنگ نداره و تمام تمرکزش رو گذاشته بود که هر چه زودتر جنگ رو تموم کنه. بنابراین سوالی میشه که چرا همچین ریسکی رو کرد؟ بله، منم سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. درود بر شما. خواهش میکنم، خیلی ممنون. در رابطه با سوالتون باید بگم که حتما یکی از تابلوهای خامنه ای گسترش جنگ بوده، ولو با درصد پایین، اما این احتمال رو حتما میداده. ولی اینکه چرا همچین ریسکی کرده، خب این به این دلیله که اگه نمی کرد با یه قیام بسیار عظیم‌تر از قیام 401 روبرو می شد، یعنی بحران سرنگونی داشت. اینجا بود که ریسک گسترش جنگ و پذیرفت و دستور حمله به نیابتی‌هاش رو صادر کرد و به قول معروف بحران درونی خودش رو به بیرون صادر کرد. یعنی شما میگین که بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کرد به نسبت اون قیامی که بدتر بود براش. بله دقیقاً. ببینید شما اگه منحنی قیام ها رو از سال 88 به این طرف رسم بکنیم، منحنی که پایین نیومده، بالا رفته. یعنی هم فاصله زمانی کوتاه‌تر شده، هم یعنی فاصله زمانی بین قیام ها، هم در فراگیری بخش های وسیع‌تری از جامعه رو در بر گرفته، به نحوی که در قیام 401 بخش وسیعی از همین نیروهای خود رژیم دیگه عصیان کردن و ریختن بیرون، هم در عمق نارضایتی و کینه مردم از خامنه‌ای رژیم به نقطه خطرناکی رسیده. شما از آمار تلفات نیروهای سرکوبگر در قیام 401 میتونید میزان قهر مردم رو به چشم ببینید. حدود 200 نفر از مامورین رژیم که عمدتا هم از همین نیروهای سرکوبگر انتظامی بودن به دست مردم مجازات شدن و این آمار همچنان داره بالا و بالاتر میره. الان فکر میکنم به حدود 350 نفر رسیده. یعنی قیام به شکل پیچیده تر و رادیکال تر و ارتقا یافته تری ادامه پیدا کرده. این شدت از قهر انقلابی در هیچ قیامی پیش از به اصطلاح قیام 401 مشابهش اصلا نبوده، اونم نه در یک منطقه، مثلا بگیم در یک منطقه بحران خیز، نه، در تمام استانهای کشور مشاهده این قهر انقلابی هستیم و بودیم. به خصوص این که شما در نظر بگیرید، ببینید خامنه ای با یه نیروی، الان دارم میگم الان، خامنه ای با یه نیروی بیشکل و سازمان یافته روبرو نیست، با کانون های شورشی مواجهه که هر روز بیشتر و بیشتر هم میشن، تا جایی که برخلاف منافعشون مجبور شدن به گسترش این کانون ها اعتراف کنن. همین چند روز پیش شد که این حداد عادل اومد خیلی تیز و روشن گفت. بنابراین برگردم به ادامه صحبتم. ببینید سرفصل کیفی این منحنی که گفتم، این قیامی که گفتم از 88 به این طرف ادامه پیدا کرده، بله، قیام آمار 98 بود با دست کم 1500 شهید، اونم در 48 ساعت. بله. خامنه ای بعد از جنبندی قیام 98 فهمید که اشتباه بزرگی کرده که دستور قتل عام داده و از این نقطه به بعد همه تلاشش این بود که کشتار 98 رو تکرار نکنه. بنابراین اومد تاکتیکای سرکوبش رو تغییر داد. اگرچه قیام و مهار کرد، قیام 401 و، اما نتونست خاموشش کنه. شکل مبارزه رو تغییر داد، پیچیده تر و رادیکال ترش کرد. به همین دلیل برای اینکه جلوی قیام 402 رو بگیره که میدونست رادیکال تر و گسترده تر و خطرناک تره، دست به جنگ افروزی در غزه زد. بله. و به قول شما بین بد و بدتر انتخاب. بله، اگه درست فهمیده باشم شما دارین میگین که خامنه ای اونقدر از قیام وحشت داره که حاضر ریسک جنگ خارجی رو بپذیره اما قیام ولو کوتاه مدت به عقب بیفته. بله دقیقاً. بله. ببینید البته جنگ خارجی که نسیه است. بله. آمریکا بعد از عراق و افغانستان
حالا هم کشور اروپایی هیچ وقت وارد جنگ زمینی اونم توی همچین ابعادی نخواهند شد. اون چه که خامنه ای رو به وحشت میندازه جنگ خارجی نیست. اگه الان خامنه ای احتیاط میکنه و خواهان گسترش جنگ نیست، به این دلیل نیست که از حمله مثلا مستقیم آمریکا و اروپا میترسه. نه، از اونا نمیترسه. خامنه ای مطمئنه که اونا وارد جنگ مستقیم نمیشن. از این میترسه که اونها رو به نقطه ای برسونه که موانع سرنگونی رژیم رو بردارن. یعنی چی؟ یعنی مبارزه قهرآمیز آلترناتیو سازمان یافته رو به رسمیت بشناسن برای سرنگونی رژیم. چون جامعه ایران مثل یک انبار، مثل یک در واقع بشکه باروته، آماده انفجاره و سرنگونی هم با یک نیروی سازمان یافته و قهرآمیز امکان پذیره. بنابراین خامنه ای از این میترسه. بله. پس چرا رژیم در دریای سرخ به کشتی ها حمله میکنه؟ آیا خود همین باعث نمیشه که آمریکا و اروپا به اون نقطه که شما گفتین برسن؟ چرا ممکنه؟ این همون تلهیه که بالاخره خامنه ای توش گیر افتاده. نباید دست به این جنگ میزد، نباید وارد این عرصه میشد، ولی شد، زد دست به این کار زد. الان دیگه دیره، 100 روز از جنگ گذشته، چشم انداز پایان هم نداره. خودشون مقامات اسرائیلی و آمریکایی میگن تا یک سال دیگه ادامه پیدا میکنه. هر روز هم که بیشتر این ادامه پیدا بکنه، بیشتر رادیکال تحولاتی که به دنبال خواهد داشت بیشتر خواهد بود. چون تحولات که دست طرفین نیست، طرفین جنگ نیستش که. ببینید موقعی که شما وارد یه صحنه میشید، موتوری رو حرکت میدید، بالاخره دیگه عواملی به حرکت در میان که دیگه همش شما نیستید تعیین کننده، که اونها هم تاثیر میذارن و مجبورتون میکنن که دست به اقدامات و عکس العمل بزنید. خامنه ای نمیخواست درگیر جنگ بشه، اما الان داره در چهار جبهه میجنگه. تله هم که میگیم یعنی این که یا باید از هژمونی در منطقه عقب نشینی کنه، الان به این نقطه رسیده، و نیابتی ها رو جمع کنه، در این صورت قیام در کمینه. بله. بعد یا این که ادامه بده به همین مسیری که داره میره، یعنی پاسخ بده فلان بده، که این همون وضعیتی که ازش میترسید و گریبانشو میگیره. بله. با سپاس بسیار و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودیم. خیلی ممنون. منم تشکر رو که از اینکه به اصطلاح فرصت به من دادید. درود بر شما. خدا نگهدار. گفتگویی بود با مسعود امیرپناهی، تحلیلگر سیاسی، با عنوان بازنده اصلی جنگ غزه کیست؟